در 24 ساعت گذشته رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی از شرق تا غرب آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا ادامه یافته است. بلاروس، اسلوونی، اندونزی، موریتانی و مالی کشورهایی بودند که امیرعبداللهیان با وزیران امور خارجه آنان دیدار و گفتگو کرد، ضمن اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همینطور معاون دبیرکل در امور بشردوستانه هم به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمدند. در دیدار با وزیر خارجه کوبا، دخالت‌های کشورهای غربی در امور کشورهای همچون ایران و کوبا محکوم شد، ضمن اینکه امیرعبداللهیان به غربی‌ها گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با دخالت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مردمی مهارت‌های لازم را دارد. وزیر خارجه موریتانی به مداخلات نابجای خارجی اخیر درباره مسائل داخلی ایران و همینطور تلاش غرب برای الغای ارزش‌های خود به جای ارزش‌های اصیل اسلامی اشاره کرد. در دیدار با وزیر خارجه اسلوونی هم بر حمایت متقابل از نامزدهای دو کشور در مجامع بین‌المللی تأکید شد. وزیر امور خارجه کشورمون از مواضع مثبت برونه‌ای در مجامع بین‌المللی هم تشکر کرد. حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین از موضوعاتی بود که وزیر خارجه برونه‌ای درباره‌اش گفت. در دیدار وزرای خارجه ایران و بلاروس هم از روند چند جانبه گرایی حمایت و بر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأکید شد. موضوع بحث در دیدار وزیر خارجه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم آخرین تحولات این کشور از جمله گفتگوهای کمیته قانون اساسی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مقابله با تحریم‌ها بود. وضعیت انسانی در یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین هم از موضوعات اصلی گفتگوی آقای امیرعبداللهیان با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بود. اینکه نزدیک 5 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند اما هیچ خبری از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای این جمعیت بزرگ نیست، گلایه وزیر خارجه از این مقام سازمان مللی بود. اما خبری که در دیدار وزیر خارجه با اعضای دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن مطرح شد، این بود که بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن راه اندازی شده است.